یکی از خاطر انگیزترین شهرآوردها برای هواداران استقلال. برای جوانترهایی که عمر فوتبال دیدنشان به خیلی قبل در قد نمیدهد. نیمه نهایی جام حذفی، استقلال مجیدی مقابل پرسپولیسی که به این راحتی ها به هیچ تیمی باج نمیداد. گل دقایق ابتدایی مهدی قائدی یکی از زیباترین گل‌های فصل بود، گلی که با دو گل دیگر توسط قرمزها پاسخ داده شد. همه کار به سود پرسپولیس بود تا گل دقایق پایانی مدافع استقلال دوباره هر چیزی را در این مسابقه مساوی کرد. ضربات پنالتی خیلی یک طرفه تر از آنچه که فکرش را می‌کردیم پیش رفت. تمام ضربات استقلالی ها گل شد و پرسپولیس با حداقل گل ممکن در ضربات پنالتی از جام کنار رفت. چرا هر دو تا کتاب با هم نگاه میکردن؟ چون یه سوالی داشتم از این بازی که میخوام راجع بهش حرف بزنم. واسه اینم روایت دو تا کتاب پرسپولیسی ها و استقلالی ها یکی از چنان که واقعا هم یکی بود. جای مهران غفوریان خالی، چون وقتی که مهران توی پلاتوی باشه، توی جای باشه، یه مگس که باشه دیگه برنامه رو ادامه نمیده. بالاخره میکشه مگس رو، بعد برنامه رو ادامه میده. الان ما هم یه مزاحم داریم تو برنامه، حالا رفت مثل که پیداش نشد دیگه. حالا دیگه رفت. خب مثل که صدا اسم مهران غفوریان شهید رفت دیگه اصلا خودش. شروع کنیم. می‌خوایم درباره یکی از دربی‌های معروف استقلال و پرسپولیس حرف بزنیم. دو دو مساوی شده. بازی دو دو مساوی دارن. غیر از این بازی بازم دارن که دو دو مساوی تمام شده. این بازی دو دو مساوی شده اما تمام نشده. حرفه‌ای ها فهمیدن کدوم بازی رو میخوام بگم. آره استقلال پاشنه میگه ای والله خیابانی، ای والله خیابانی. دوی درباره بازی میگی که ما بردیم، پرسپولیس میگن خیابانی فلان فلان. برای چی داری درباره این حرف میزنی؟ آقا ما تو بازی، تو برنامه خاطر بازی از همه میگیم. هم از برد استقلالی رو میگیم، هم از باخت استقلالی رو میگیم، هم از برد پرسپولیس رو میگیم، هم از باخت پرسپولیس رو میگیم. باخت پرسپولیس به سپاهان، باخت استقلال به تراکتور، برد پرسپولیس از سپاهان، برد استقلال از تراکتور، همینا رو داریم. برام چه فرقی میکنه؟ ما کارمون خبرنگاریه، کارمون اجرای برنامه است، کارمون گزارش مسابقه است. آنچه که در مسابقه پیش آمده رو ما روایت میکنیم. تو این بازی دو دو مساوی شده، پرسپولیس استقلال، استقلال برده، ما گزارشش میکنیم. پرسپولیس میبرد، ما گزارشش میکردیم. ما این اساسیت ها رو نداریم. حداقل اینکه من خودم میگم، من ندارم. هرچی هم شما میخواییم بگین برای من قابل احترام، اما من این اساسیت ها رو ندارم. نیمه نهایی جام حذفی، نیمه نهایی جام حذفی، برنده میره فینال. ترکیب استقلال: حسینی، میلیچ، کریمی، اسماعیلی، غلامی، ریگی، دیاباته، دانشگر، غفوری، رضاوند، قائدی. پرسپولیسیا: رادوشوویچ، اسم رادوشوویچ میارن پرسپولیس هرس بخورن چه خیلی پول ازشون گرفت. رادوشوویچ، سید جلال، رسن، کنعانی، نوراللهی، ترابی، امیری، شجاع، علیپور، سیامک، سیامک نعمتی و مهدی شیری. داور: پیام حیدری. خیلی ها تصور میکردن که به علت عدم حضور تماشاگر و همچنین حساسیت ویژه این مسابقه حذفی احتمالاً یک بازی کم حادثه و نه چندان جذاب به وجود بیاد، اما برعکس شد و یک مسابقه فوق‌العاده جذاب به وجود آمد و استقلال دو تا زد و دو تا خورد و در نهایت در پنالتی ها هم 4-1 برد و رفت فینال جام حذفی. یکی از نکاتی که توی این مسابقه بود، البته اینو بعد از مربی پرسپولیس هم حتما پرسید، اینه که از شجاع خلیلزاده در پست دفاع چپ استفاده کرد و پرسپولیس ها خیلی گله کردن که چرا این کارو انجام داده. میدونید به حال من همیشه میگم ما که مربی نیستیم، ما که روی نیمکت ننشستیم، ما که تو اردو نبودیم، ما که تو رختکن نبودیم، ما که شرایط تیمو نمیدونیم. حتما یه چیزی بوده که مربی این کارو کرده، اصلا شاید هم اشتباه کرده، ولی مربی دیگه حق اشتباه کردن داره دیگه. من همیشه به دیگران حق اشتباه کردن رو میدم.
امیر قرنه اشتباه میکنه تیم ملی میبازه، کیروش اشتباه میکنه تیم ملی میبازه، پرسپولیسی اشتباه میکنه تیمشون میبازه، استقلالی اشتباه میکنه تیمشون میبازه. امیر قرنه خیلی موقع هم کاری کرده که تیمش ببره، کیروش هم خیلی موقع کاری کرده که تیمش ببره، پرسپولیس هم خیلی موقع اشتباه نکردن و خوب بازی کردن و بردن، استقلالی هم بعضی موقع اشتباه کردن و اشتباه نکردن و بازی رو بردن. فوتبال همینه، فوتبال بازی اشتباهات اصلا. مگه غیر از اینه؟ هیچ تیمی نیست در دنیا که تا حالا نباخته باشه. هست؟ نه. هیچ تیمی نیست که در دنیا تا حالا نبرده باشه. آره تیمای ضعیف خیلی سخته که بازی ها رو بیان تو بازی رسمی ببرن. مثلا نمیتونیم بگیم که تیم دست 4 دست 5 دست 6 فوتبال ایتالیا بیاد یه سال سری آ بازی کنه همه بازیاشو ببره. خب نمیتونه. ولی اینجا استقلال و پرسپولیسه. اینجا دو تیم برابرن، اینجا دو تیمی ان که یه سال این اینجوریه یه سال اینجوریه، خیلی سال هم اینجوریه، خیلی مثل همین مسابقات فصل اخیر که میبینید دیگه اینجوری اینجوری میرن بالا، همه با هم میرن بالا، یه امتیاز، نیم امتیاز، صفر امتیاز، فاصله ها خیلی خاصه. تو این بازی فاصله ها کم بود، برای همون تا 90 دقیقه مساوی، تا 120 دقیقه مساوی و نهایتاً بازی با پنالتی مشخص میشه که تکلیف با کیه و برنده کیه و استقلال میبره و میره فینال. پس با برنامه خاطره بازی هستیم امروز در مسابقه‌ای که در تاریخ 5 شهریور 1399 به وقتی که این برنامه داره ضبط میشه 4 سال پیش، درست گفتن؟ آره دیگه 4 سال پیش دیگه، به وقتی که این برنامه داره ضبط میشه 4 سال پیش دانشگر و قائدی برای استقلال گل زدن، رسن و علیپور برای پرسپولیس گل زدن. خاطره بازی کنیم، فیلم‌ها رو هم نگاه می‌کنیم تا کامل در جریان آنچه که در این بازی شکل گرفته و رخ داده قرار بگیرید. خب حالا خاطره بازی با این بازیه. اولا یه نکته من بگم که این بازی درست افتاده، داریم راجع به بازی دودویی که مساوی شد و تو پنالتی‌ها استقلال برد و رفت فینال جام حذفی صحبت میکنیم. به توی بعضی از این آمار استقلال و پرسپولیس وقتی که نگاه بکنید مساوی ها رو طبق قانون فیفا مساوی ها در وقت قانونی و اضافه رو برد حساب نمی کنن اگر در پنالتی با برد یه تیمی حساب شده باشه و به پایان رسیده باشه. مثلا توی جام جهانی برای مثال عرض میکنم، توی جام ملت ها مثلا برای مثال عرض میکنم، فرانسه و برزیل سال 1986 بازی چند چند شد؟ 1-1. تو پنالتی ها کی برد؟ فرانسه. برنده کیه؟ نداره، مساوی. طبق قانون فیفا تو آمار که می نویسن فقط میگن با ضربات پنالتی این تیم تونست که بازی یه جور مثلا مثل قرعه کشی میمونه دیگه. واقعا بازی پنالتی هم خودش من اسمش تو گزارش وقتی گزارش میکنم میگم ضربات جبار پنالتی، یعنی جبر میکنه به تو، چی میگن، دستور میده که تو بالاخره یکی باید انتخاب بشه دیگه. واقعا توی پنالتی ها اینو، حالا نه اینکه حالا اینجا استقلال برده پرسپولیس باخته ها، حرف در نیارید ازش، حرف در نیارید. واقعا تو پنالتی ها نمیتونم بگم که کی بهتره کی بدتر، شانسه. پنالتی خیلی موقع شانسه، خیلی موقع شده بهترین بازیکن پنالتی خراب کرده، شده دیگه، همه تونم تایید میکنید که شده پنالتی ها. تازه خیلی موقع هم دارن میگن که فیفا باید کاری بکنه که بازی ها در پنالتی ها مشخص نشه نتیجهش، چون حکم اصلی نیست. خیلی موقع تیمی که مستحق برد بوده در پنالتی ها باخته، خیلی موقع شده. تو بازی های جام جهانی نگاه کنید چقدر آمار داریم که اینطوری شده، تو بازی های ملت ها نگاه کنید چقدر آمار داریم که اینطوری شده. شده این داستان. از اینو اصلا این داستان رو گفتم که مقدمه این یکی بشه. از 1397، از 29 تیر 1397 تا همین الان، تا همین آخرین بازیشون که 103مین دربیه، استقلال نتونسته پرسپولیس رو ببره، اما همین بازی جزو هموناست. پس چی شد؟ پس استقلال برده نبرده؟ چون پنالتی حساب میشه حساب نمی کنن که برده، اما برده، با پنالتی ها برده. ولی الان شما از پرسپولیس ها بپرسید میگن از سال 97 تا حالا بردیمتون، بهتون نباختیم. اینها اینجا باخته، پرسپولیس پنالتی، استقلال باخته، اما تو آمار حساب نمیشه. چند تا بازی میشه؟ ببین از اون جایی که پرسپولیس برده و طبق آمار به استقلال نباخته بذارید بشمارم، من اینجا چون خیلی زیاده بشمارم، 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 بازی 16 بازیه که طبق آمار پرسپولیس به استقلال نباخته. اما طبق اون قاعده پنالتی ها 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6مین بازی رو باخته تو همین 16 تا آمار. 6مین بازی رو باخته، پنالتی هم به استقلال باخته، نیمه نهایی جام حذفی هم بوده. اینم داستان دوم. چون اصلا برنامه ما الان اینجا فقط میخوایم آنچه که رخ داده رو بگیم دیگه. الان این داستان نباید به پرسپولیس ها بر بخوره، چون یادمه توی همچین برنامه ای نمیدونم دو تا برنامه پیش بود سه تا برنامه پیش بود یه همچین داستانی درباره استقلال تعریف کردم. من اینجا کاملا نشستم، اگه دست خودم بود لباسشو پیدا میکردم، لباس میشد نصف استقلال آبی نصف قرمز، پیدا نکردم بپوشم. مجبورم حتی تو این برنامه آبی و قرمزم نپوشم چون داستان نشه. الان همینجا پشت سر من نگاه کنید، بالا نوشتن استقلال پایین پرسپولیس، همین داستان نشه شانس ماست. اون بالا نگاه کنید مثلا هم ناصر است هم فرهاد، این برای استقلال پرسپولیس نیستن، همین داستان نشه شانس منه. از این چیزا زیاد داریم، اما نکنید این کارا رو، نکنید این کارا رو. همه اینا برای من محترمن، همه این داستان، همه این بازیکن‌ها برای من، اینا همشون بچهای سرزمین منن، همشون، یکیشون کرجی، یکیشون تهرونی، یکیشون رشتی، یکیشون مازندرانی، ساروی، یکیشون شیرازی، یکیشون آبادانی، یکیشون خرمشهری، همه اینا برای سرزمین منن. من چرا باید ازشون بدم بیاد؟ از اگر طرفدار یه گروه دیگه هستم، هیچ موقع طرفدار نه استقلال بودم نه پرسپولیس. قول میدم بهتون، قسم میخوام بهتون. بچه محلی من چی میخوام بگن؟ میخوام بیان بگن که ما با تو رفتیم تو بازی استقلال نشستیم. هست بچه محلی، هست دوستی که تو بازی پرسپولیس رفتم تو پرسپولیس نشستم. هم اونا رو من میارم رو میکنم. یا تویی که با من مثلا تو مدرسه بودی، من معلمت بودم، تو دانش آموز من بودی، یا تو معلم من بودی، من دانش آموز تو بودم، با هم رفیق نشستیم تو استقلالی ها، پس من استقلالی ام. یه روزی هم شده که من تو دانشگاه با هم محلیا، با هم کلاسیا، با هم دانشگاهیام رفتم نشستم توی پرسپولیسیا، یا برعکسش. نیست، به خدا نیست. دنبال اینو نگردید. گشتم نبود، نگرد نیست. گشتم دنبال اینو نبوده به خدا. جواد خیابانی نه استقلالیه نه پرسپولیسی، اما عاشق هر دو تاست، هر دو تا رو دوست داره، چون اینا همشون بچهای این سرزمینن. چون من سرزمینم رو دوست دارم، ایرانم رو دوست دارم، و اینا هستن که در قالب تیم ملی به کشورم افتخار میدن. آقا مگه تو نمیگی من تعصب استقلالو دارم؟ مگه تو نمیگی من تعصب پرسپولیسی دارم؟ آقا منم تعصب هیچ کدومو ندارم. چرا حرف تو قابل قبول باشه، حرف من قابل قبول نباشه؟ خیابانی خالی اومده، خیابانی دروغ. بابا نمیگم، به شرفم قسم، به جون بچه‌ام قسم نمیگم، راستش رو میگم، باور کن. حالا همه اینا دیگه باور میکنید دیگه، بابا دارم قسم میخورم دیگه. عزیز هم میگم یه نفر راست قسم نمیخواد، قسمو پس بگیر. چرا باید قسم بخورم؟ راست دارم میگم بهتون، حرف منو باور کنید. حرف راست میزنم، حرف راست زدنم قسم خوردن نداره. بریم بشینیم اونجا، بسه تایمو ببینم من. آره دیگه، خوبه دیگه، بریم بشینیم اونجا. میخوام درباره بازی استقلال و پرسپولیسی که مساوی شد اما استقلال بازی رو در پنالتی ها برد بیشتر با شما حرف بزنم. نگاه کنید، بریم بازی استقلال پرسپولیس، جام حذفی، ورزشگاه آزادی، تماشاگر صفر، بدون تماشاگر بازی برگزار مسابقات هست. با سوت آقای پیام حیدری جوان از این لحظه نیمه اول آغاز میشه. بازیکن تیم پرسپولیس توپ در اختیار دارن، گرسال بلند داخل محوطه جریمه زبی سر مدافعان استقلال، توی اون شلوغی از راه میرسه بازیکن استقلال، زبی از راه دور میزنه اونجا نوراللهی، مطلبی که تو چارچوب نیست و به بیرون میره. شیری رو پاش رفته اونجا، مهدی قائدی، توپ گیری خوب میلیچ، استقلال داره حمله میکنه سمت چپ، قائدی صاحب توپه بین مدافعان پرسپولیس. گفتم همه فکر میکردن که این بازی چون تماشاگری نداره سرد و بیروحه، اما نگاه کنید از همینجا مهدی قائدی آتیشو به پا کرد و شروع کردن هر دو تیم، هم استقلالی ها هم پرسپولیس ها، به خوب بازی کردن. نگاه کنید مهدی قائدی کرد موج دوم حمله تیم استقلال، کار قشنگ قائدی زد، قشنگ مهدی قائدی، و گل برای تیم استقلال. دروازه رو باز کرد و خیلی هم قشنگ این کار انجام میده مهدی قائدی، خیلی قشنگ لایی هم انداخت اونجا به بشار رسن، زبی قشنگ و فنی و کاتدار به گوشه دروازه و تموم. یک پرس فسود استقلال. بازی جام حذفی و حالا این گله میتونه بازی رو جذابتر در خودش ببینه. بچه خود ترابی پابتو حرکت میکنه، علیانی پور رو مقابل خودش داره، تغییر مسیر عالی و خطا، خطوری مهدی ترابی گرفته شد و ریگی هم اونجا معترضه.
خوب برای تیم فوتبال پرسپولیس به دست میاد. هیچ بازیکنی از استقلال از زمین پرسپولیس نیست در حال حاضر. سوت آقای پیام حیدری حرکت میکنه، بشار رسن، خود بشار به سمت چارچوب هم زهرش رو میزنه اما توپش با اختلاف کم به بیرون رفت. حمله تیم استقلال سمت راست داره صورت میگیره، فرشید اسماعیلی هم اونجا حضور داره، یرک داخل محوطه رو رادوشوویچ در دو مرحله توپو خیلی خوب گرفت و میرفت روی ریباندش، علی کریمی دروازه رو باز میکنه. دانشگر قائدی پاسوری خوب رو باز کنی استقلال، پاسوری دیاباته پشت مواتیگه جرینه، علی کریمی چود زن، دوباره دیاباته زبیه فنی از روحه دیرو بکنش دروازه باز میره واسه ریباندش اونجا علی کریمی و نتونستن دروازی پرسپولیس رو برای بار دوم باز بکنه. خوب توپ رو گرفت بوجیدار رادوشوویچ، بازم دانشگر پاس بلند ضربه سر کمونیزادگان زده شد، تعویض اول پرسپولیس در راه هست و چیزی که در مورد صحبت کردن میخواد رقم بخوره و کمال کامدوبینیا تعویض زود هنگام یحیی گل محمدی خواهد بود. ضربه راهدون ریگی و گرفت رادوشوویچ. مهدی شیری عملکرد خوبی هم در مسابقات لیگ داشت که تعویض شد، یه حرکت علی پور داخل محوطه جریمه، علی پور میزنه ضربه‌اش رو اما توپش رو چارچوب نیست، علی پور و داور کورنر گرفته داخل محوطه جریمه. بشار بلند روی دروازه زبی سر اول رو دیواته زد، تو روی هوا هست توی اون شلوغی از راه میرسه بازیکن پرسپولیس و خیلی بد شجاع خلیل‌زاده زبی آخر رو زد. باسم وریا غفوری سمت راست تغییر مسیر میده اونجا وریا به پاسداری کریمی، دوباره وریا تکلیف بموقع و قشنگ از شجاع خلیل‌زاده که قشنگ توپ از بین پاهای وریا در آورد. ترابی ثابت توپ میشه، بده مهدی ترابی پاس خوبش برای وحید امیری، علی علیپور داخل محوطه جریمه هست، بشار پشت محوطه جریمه توپ میخواد، یه پاس بلند برای سیامک نعمتی، یه کنترل زده زبی محکم به سمت چارچوب چه خوب حسینی رو شاهد بود. یه حرکت بازی کنیم تیم پرسپولیس رو دور کردن، بشار وحید امیری ضربه سر رو بغل که جالب نیست، باسم توپ بازی کنیم پرسپولیس لو رفته، اشتباهات فردیشون خیلی زیاد بودن این نیمه، تکلیف بلند نوراللهی و توپی که رفت بیرون پرتاب سود استقلال هست. آقای حیدری هم سود زد، نیمه اول تموم شد به گل قائدی 1-0 سود استقلال و امیدوارم که با آغاز نیمه دوم هم همراه شما باشیم و بتونیم بازی جذابی رو شاهد باشیم. نیمه دوم آغاز شد با سوت آقای پیام حیدری و تیم استقلال هست که توپو در نیمه دوم به گردش در میاره. یه تغییرم داشت دوباره تیم پرسپولیس، محمد نادری به جای سید جلال حسینی به داخل زمین رفته، الان دیگه کنعانی و شجاع به عنوان دو مدافع میانی کار میکنن، نادری در سمت چپ به جای خلیل زاده که در نیمه اول به عنوان مدافع چپ بازی میکرد بازی خواهد کرد. حمله تیم استقلال رو با همدیگه ببینیم که بوریا قفوری نفوذ کرد، ریگی پاسداری علی کریمی، رادوشوویچ، رسن، کنعانی زادگان، نوراللهی، ترابی، امیری، خلیل‌زاده، علیپور، نعمتی و کامیابی‌نیا و نادری 11 بازیکن پرسپولیس هستن. حسینی، غلامی، کریمی، دیاباته، اسماعیلی، قائدی، غفوری، میلیچ، ریگی، دانشگر و رضاوند 11 تای استقلال رو تشکیل دادند. با گل مهدی قائدی فعلا تیم برنده تیم استقلال هست. بازی فینال جام حذفی مون قراره که 13 شهریور پنجشنبه در شهر مشهد برگزار بشه. نادری یرسال بلند روی دروازه فرصت داره تیم پرسپولیس، علیپور میکنه فرصت برای گل مساوی و خیلی زود در نیمه دوم چه کسی هم گل زد، بشار دروازه رو باز میکنه. دروازه‌بان دیگه کاری نمیتونه بکنه، فقط با میسته و تماشا میکنه. باز ضربه‌ای که بشار رسن بازیکن عراقی تیم پرسپولیس به ثمر رسوند. پاسم علیپور فکر کنم علیپور پاس داد، بشار از اونجا زد توی دروازه. نفره بود. می‌بینیم با هم صحنه آیسر رو، علی علیپور
یه کنترل، یه چرخش، پاس عالی قشنگ کاش واسه بشار و محکم ضربه خودش رو میزنه و دروازه رو باز میکنه. بازم نتونست کلین شیت بکنه. سید حسین حسینی در همه شهرآوردهایی که بوده گل خورده. سنگروان استقلال. بازم پاس برای وریا غفوری، فضای مناسبو داره مهدی قائدی، پاس وریا به جایی که میلیچ هست، خود میلیچ یک زمین رو میخواد اونجا به توپ بزنه که در نهایت توپ برمیگرده. بازم میلیچ. گیری خوبه سیامک نعمتی، حرکت میکنه خود نعمتی، اونجا نزدیک هست به صحنه داور مسابقه، میذاره کار دنبال بشه. وریا پاس عالی داخل محوطه برای مهدی قائدی و رفت از دروازه بیرون. راداشوویچ رو در ادامه داور ضربه دروازه رو گرفته. وحید امیری، نوراللهی، کنانی میبره به سمت راست برای نعمتی. باز هم بازیکن پرسپولیس در میانه میدان، نوراللهی صاحب توپ هست. انتقال بازی به سمت چپ، وحید امیری نفوذ کرده، پاس کوتاه برای ترابی، یه قشنگ میچرخه و ضربه‌اش رو میزنه اما گرفت. حسین حسینی کاراشون قشنگ بود بازیکن پرسپولیس در این صحنه. پاس هم بازیکن پرسپولیس، انتقال بازی به سمت راست، یه کنترل، یه پاس رو به جلو، فرصت داره اونجا نعمتی توی محوطه جرمی، پاس رو به بیرون، ضربه سر مدافعان استقلال که تن به کرنر میدن. نوراللهی، کنانی، باز هم میبرن به سمت راست، سیامک نعمتی حرکت کرده، یه فرصت داره پرسپولیس، یه ارسال، ضربه علی علی پور به گل دوم. گل دوم برای پرسپولیس، چه موقعی هم گل زدن. 88 دقیقه پرسپولیس 2 استقلال 1. و حالا گل دوم پرسپولیس با یه بغل پا خیلی قشنگ و حرفه‌ای علی پور میزنه که در زمان ضبط این برنامه در پرتغال بود و اونجا بازی می‌کرد. یه بغل پا بازی رو که 2-1 علی علی پور به نفع پرسپولیس. پرتاب به سود استقلال، چپ و راست توپ می‌زنه روی دروازه، به دلیل فشار تیم استقلال بیشتر و بیشتر میشه توی لحظات. زکی پور یه بار دیگه باز آخرای بازی 2-1 پرسپولیس جلوه ها. بازی جام حذفی هم هست. این سانت دانشگر گل. استقلالی ها دیگه نمیدونن چی کار کنن، چه جوری خوشحالی کنن، چون اواخر بازیه، جام حذفی هم هست. اگه نمیزدن تموم بود کار، باخته بودن، حذف شده بودن. اینجا نگاه کنید چه جوری دانشگر گل مساوی رو میزنه. میلیچ با پای چپ یه ارسال بلند به دروازه، فرصت داری سرزنی و گل دوم. گل دوم دانشگر برای استقلال گل میزنه. مجیدی نمیخواد به واسه بازی 2-2 شد. چه لحظه این 92 دقیقه با هم میبینیم صحنه آستر رو زبی سر قشنگ دانشگر تموم کرد و بازی رو 2-2 مساوی میکنه محمد دانشگر. با این نتیجه بازی به وقت اضافه کشیده خواهد شد. بازی رو میارن به سمت چپ، وحید امیری، تغییر مسیر خوبی رو داشته وحید امیری، دو بازیکن جا موندن. علی علی پور میاره به وسط، بشار حسن دور میزنه سمت راست، سیامک نعمتی به تموم کرد بازی، بازی رو آقای پیام حیدری. دو مساوی در طول 90 دقیقه این بازی به اتمام رسید و در وقت‌های اضافه ببینیم که شرایط برای دو تیم چگونه رقم خواهد خورد. بازی بسیار خوب بود، جذابی رو شاهد بودیم و حالا اگر در 120 دقیقه هم این بازی برنده نداشته باشه، ضربات پنالتی است که برنده این بازی حساس و جذاب رو مشخص می‌کنه. حتی برای استادونا که دانشگر محکم زیر توپ می‌زنه در زمین پرسپولیس، خلیل زاده ضربه سر اول رو زد، مهدی قائدی درگیر اونجا با سیامک نعمتی، فرار میکنه خود قائدی داخل محوطه جریمه، یه ارسال خطرناک میرن واسه گل بعدی تیم استقلال و دور کردن مدافعان پرسپولیس. ریگی اشتباه کردن بازیکن استقلال، توپشون لو رفته، پاس تو در عالی ترابی، فرصت داره برای استقونو بفرسته علی پور که حسینی با مشت توپو دور کرد.
بازم ارسال بلند ریگی روی دروازه اونجا دیاباته رو دارم و سوی سرزنی، اما زبی سر خطرناک دیاباته تو چارچوب نبود. در وقت اضافی اول تموم شد، بلافاصله باید دو تیم جاهای خودشون رو عوض بکنن تا نیمه دوم وقت اضافه هم آغاز بشه. با دو تیم استقلال و پرسپولیس در نیمه نهایی جام حذفی رفتن به وقت اضافه، یه حرکت تو گیری مهدی ترابی چه ضد حمله داره میزنه تیم پرسپولیس. به ترابی پاس داد یه علی پور که خوب نیست و قاپید اونجا توپ رو، لیگی به موقع هم این کارو کرد و دست ترابی رو به خوبی خوند بازیکن استقلال. خود ترابی یه ارسال بلند روی دروازه، فرصت داره تیم پرسپولیس و این رفت دروازه باز بشه که اینطوره نشد. باز هم یه ارسال بلند وریا غفوری فرستاد، زبی سری که اونجا متحری میزنه و رادوشویچ توپو گرفت. ترابی فرصت داره تیم پرسپولیس روی ضد حمله، خود ترابی چه پاسی میده اونجا برای بازیکنی که نمیتونه دیگه تو این فاصله استارت بزنه و به توپ برسه. داور هم سود زد. 120 دقیقه تلاش دو تیم پرسپولیس و استقلال، دو دو مساوی تموم شد و حالا دیگه باید منتظر ضربات پنالتی باشیم تا تیم برنده از دل ضربات پنالتی مشخص بشه. و پنالتی ها شیخ دیاباته اینجوری وقتی گل میزد اینجوری میکرد، چنگ میداخت، شوبی چرکت میکنه، خود دیاباته زبش رو میزنه و خوبم میزنه. حالا احمد نوراللهی، نوراللهی چی کار میکنه؟ ایستاده احمد نوراللهی، حرکت میکنه، خود نوراللهی میزنه و گرفت حسینی. پنالتی اول گل نشد و عالی کار کرد سید حسین حسینی. وریا غفوری کاپیتان استقلال که استقلالی خیلی هم دوستش دارن. وریا غفوری مرد راستپای استقلال، زبش رو میزنه وریا محکم و گل برای استقلال. پنالتی دوم هم گل شد. کاپیتان پرسپولیس امید علیشاه، پنالتی او گلر سید حسین حسینی، حرکت میکنه خود علیشاه و پای راست و میزنه و گل، راحت توپو به گل تبدیل میکنه امید علیشاه. سوت حیدری، حرکت میلیچ، خود میلیچ میزنه و خوب هم زد پنالتیش رو. سورم خود اونجا بازیکن استقلال اما دروازه رو باز کرد. پنالتی بعدی پرسپولیس رو اوساگونا خواهد زد. سوته های حیدری، حرکت میکنه اوساگونا، بیرون میزنه، این همون شوتایی که توی بازی زد، اینجا پنالتی زد بیرون اوساگونا. و آخرین پنالتی، اگه گل بشه تموم کار، اگه گل بشه تموم، اگه نه ادامه داره گل، بله گل. استقلال بازی رو در پنالتی ها 4-1 میبره. تیم متحری دروازه رو باز بکنه، بازی میشه 6-3 و تموم. زبشو میزنه متحری و تمام 6-3 به نفع تیم استقلال و تیم استقلال برنده این بازی در ضربات پنالتی است و میره به فینال تا حریف تیم تراکتور در بازی پنجشنبه 13 شهریور در شهر مشهد باشه. و نتیجه رسیدن استقلال به فینال جام حذفی. این همون فصلی که استقلال در نیمه نهایی برد بازی رو از پرسپولیس، رفت تو فینال تو مشهد به تراکتور بازی رو باخت. به هر حال بازی خوبی بود که در حد خودش نگاه کردیم و لذت بردیم. یادم میاد توی یکی از برنامه گفتم که خب پرسپولیس بازی 2-1 برد و لذت بردیم. خیلی‌ها گفتید که او پرسپولیسیه این داره میگه لذت بردیم. حالا استقلالی میشم دیگه. میگم بود دیدید لذت بردیم. استقلال بازی رو برد و لذت بردیم. پس من نه استقلالی ام نه پرسپولیسی. خدافظ.